وقتی که شما میگین هنر مدرن یک مفهوم غربیه، فقط به یک معنا این درسته و به ده ها معنا این حرف درست نیست. برای اینکه من برای شما میتونم مثال بزنم، حرفی تکراری بارها گفتم اینو، اگر که جریان مدرن رو در نقاشی از امپرسیونیستا بگیریم، امپرسیونیستا مشخصا تحت تاثیر نقاشی ژاپنه. درست سالهایی است که بسیار از کارهای ژاپنی به صورت چاپ و پوستر و اینا میره توی فرانسه. شما حتی قلمگذاری ون گوک رو اگه دقت کنین کاملا قابل مقایسه است با کارهای ژاپنی. همون دهه اول قرن بیستم پیکاسو و براک و دیگران تحت تاثیر هنر آفریقا هستند. این سالهایی است که میدونید همینطوری کشتی ها دارن آثار شرق و آفریقا و اینا رو میبرن که موزه های امروز اروپا هستند و هنرمند اروپایی که خسته و بیزار شده از ادامه غیر ضروری رنسانس، 400 سال طول کشیده، کارهای بیرمق تکراری، این جریان، این خون تازه است که توی هنر اروپا اتفاق میفته. ماتیس نقاش مهم فرانسوی خودش میگه که جملش عیناً اینه، چه چیز میتوانست به اندازه نقاشی ایران به من امکانات بیپایان بصری رو بیاموزه. هنری مور مشخصاً تحت تاثیر مجسمه های آستک ها و مایه هاست. اینا کاریه که خود غربی های مقایسه رو کردن ولی ما نکردیم. ما تصور می‌کنیم که هنر غرب، هنر مدرن یه چیز کاملاً غربیه و با ما بیگانه است، در حالی که اینطور نیست اصلاً. تمام تمدن های غیر اروپایی در هنر مدرن مؤثرن، بدون استثنا تمام آفریقا، تمام ایران، تمام شرق. در نتیجه اتفاقا برای من نکته جالب و غریب اینه که ما همین زمان یه نقاشی داریم به اسم کمال الملک که از دربار عقب افتاده قاجاریه میره پاریس، میشینه کارای 400 سال قبل رو کپی میکنه، کارای رافائل کپی میکنه. این روزایی سر جنبش امپرسیونیستا توی پاریس آشوبه. وقتی که هنر ایران، هنر مدرن ایران شروع میکنه این نگاهو کردن و دنبال اینه که من چه سهمی توش دارم و چه سهم دیگه ای میتونم داشته باشم، تبلیغی که در فضای اجتماعی میشه اینه که کمال الملک هنرمند ملی میدونن. کدوم ملت؟ همون ملتی که 4 لکه روی فرش رو به راحتی بهش میگه گل، گل قالی. اما اگه همین گل رو یه نقاش روی بوم بذاره نمیپذیرتش، دنبال گلیست که حالا یه قطره شبنم هم روش نشسته و فلان. این حرفا بدآموزی تو این 100 سال تو ایران خیلی اتفاق افتاد. امکان ارتباط مردم با هنر مدرن که به نظر من بسیار ساده بود، شما گبه های قشقایی ها رو نگاه بکنید، شما اصلا برین شوش دو تا کمان رو نگاه بکنید، سه تا کمان که طراحی یه بزه. این مدرن ترین چیزی است که هنر غرب بهش رسید که با 4 خط ساده بتونه یک شکل رو بیافرینه. این که تو فرهنگ و سلیقه من بود. چرا من تصور میکنم که درسته که پیشنهاد رو هنرمند غربی کرد، ولی از کجا آورد اون پیشنهادو؟ از تمام این سلیقه ای که سراسر جهان بود گرفت آورد. در نتیجه هنر مدرن از دید من بیگانه نیست، سهم دارم من درش، آفریقا سهم داره درش. حالا ولی این پیشنهاد اونجا اتفاق افتاده. خیلی خوب، پس برای من درکش یا پذیرفتنش منطقی ترین کار ممکنه. من فکر میکنم که جریان هنر مدرن علارغم اینکه هم حاکمیت ها هم نظام آموزشی امکان این ارتباط رو اونا هستن که کند کردن، نه هنرمندا.
اما اگر که نگاه بکنیم تو این 70-80 سال جریان مدرن هنر ایران، نمونه هایی رو ما میتونیم نام ببریم یا کارهایی رو میتونیم نشون بدیم که معادل بهترین هایی هستن که توی قرن 20 در جهان خلق شدن، با گرایش های بسیار متنوع و متفاوت. چه اون جریانی که تأثیر امپرسیونیسم رو وارد شد، مثل جوادی پور، مثل چند نفرن که مهمن، با اینکه اون نگاه و اون لغزش نور و رنگ رو از امپرسیونیست ها دریافت کردن، ولی چشمنداز هاشون رو که میبینید فضای قابل درک از نظر رنگ و ترکیب بندی برای فضای ایران. یا گرایشی که بعد که کوبیزم رو مطرح میکنه، ضیاپور و دیگران، نمونه هایی میبینیم. بعد توی کارهای که باز تو اروپا مطرح شد، مینیمالیستا که فقط بوم سفید یا حجب های اونطوری که خب مثلا نامی نماینده خوبیه برای اون جریان، توی خیلی جای الخاص که به هر حال من منتسب هنوز میدونمش به اون گرایش روایتگر شمایل کشی که پرده هاشو میشه پاش وایساد و قصه تعریف کرد که اینا کیا هستن، این جریان چیه، بیشتر یک نشان شناسی تاریخی روایی تو کاراش هست. منوچهر سفرزاده که به نظر من یک اکسپرسیونیست بی همتاست. بهمن محسس که خیلی وابسته ممکنه به مکاتبی که میشناسیم نباشه، هنرمند کاملا مستقل یکتاییه، هرچند که میشه ریشه هایی از آثار کهن رو تو کاراش دید، اما یه اعتراض بر علیه خلقت گاهی توی کاراش، این از شکل انداختن و از ریخت انداختن آدمیزاد، یا گاهی فکر میکنم که تأثیر دو جنگ مرگباری که تو قرن 20 اتفاق افتاد، این یأس و نسبت به شری که در وجود آدمیزاد هست توی کارا میتونیم ببینیم. خود محسن وزیری که هم معلم بسیار درجه یکی، هم دانش خیلی خوبی در هنر مدرن داره و تجربه هایی توی حجم هایی که قابل تغییرن کرد و تجربه هایی توی بافت و شن پاشیدن روی تابلو، بیان که سلیقه مطرح باشه توی این گفتگوی من، میتونیم نمونه هایی از تجربه هایی که در قرن 20 در جهان برای نقاش ها پیش اومد، نقاش ها و مجسم ساز های ایران خیلی موفق بودن و تعدادشون زیاده، نه فقط در این حوزه جغرافیایی یا فرهنگی که ما زندگی میکنیم. شما مثلا تو همین 100 سال ترکیه رو نگاه کنید، پاکستان رو نگاه کنید، عراق رو نگاه کنید، حتی کشورهای شمالیمون رو نگاه بکنید، تا حتی اروپای شرقی، نمونه هایی که تو ایران میتونیم پیدا بکنیم نمونه های فاخر و مهمی هستن. حالا بحث سر این است که در ادامه مدرنیسم چه اتفاقی میفته. من این باز حرفم تکراری خواهد بود، من دوره هنر مدرن رو دو دوره تقسیم کردم، یکی از امپرسیونیست ها تا جنگ دوم که شما نقاش مدرن داری شاگال، ولی یهودیه که افسانه ها و سلیقه روستایی روسی خودش رو داره نقاشی میکنه، یا دیگرانی که نام بردم از هر جایی ورداشتن. اتفاق مهم، به زنگای مهم بعد از جنگ دومه، دهه 50 و به بعد، که آمریکا به عنوان برنده جنگ میخواد سیادت فرهنگی هم بر جهان پیدا کنه. کدام کشور نه تاریخ داره، نه نقاشی به اون معنا داره، نه هیچ چیزی. چیزی از ادبیات داره طبیعتاً و شروع میکنه جریانی رو ایجاد کردن که جهان رو مرعوب میکنه، که هنوز موضوع گفتگوست، از دو راه. یک، ارزش هایی که با دلار براش میذاره. دو، تبلیغات. دو تا عنصری که در طول تاریخ هنر ما اصلا نمیشناسیمش. نقاشی با آفتابه شروع میکنه رنگ پاشیدن روی بوم، بعد اسمش هست جکسون پولاک، قیمتش هست 100 میلیون دلار، جاش موزه هنر مدرن نیویورک. حالا بگو آقا این کار با کف کارگاه من هیچ فرقی نداره. میدونی؟ یا تبلیغات، ما اون سالها فکر میکردیم که یه بحث ابلهانه جریان داشت، همون سالهای دانشجوی ما، هنر برای هنر، هنر برای مردم. هنر برای مردم مال روسا بود، داس و چکش و این چیزا، هنر برای هنر آمریکا بود.
بعدها من نگاه که کردم دیدم که همونقدر که داس و چکش سیاسیه، اندی وارهول هم سیاسیه. اون تبلیغ تولید انبوه سرمایه داری میکنه 2000 تا سوپ کمپبل و کوکاکولا و مرلین مونرو، اون داس و چکش میکنه. اینا دوتاشون یک کار دارن میکنن، هر کدوم نماینده سیاسی یک گرایش اقتصادی و سیاسی هستن. ولی چرا باید یک چاپای سیلک سکرین آقای اندی وارهول اینقدر ارزش جهانی و تبلیغاتی پیدا کنه؟ واقعا چقدر اون کار مهمه؟ تو همه زمین ها اینو میتونید ببینید. هر دانشجوی هنری هر جای جهان باید هنر غرب رو خوب بشناسه، ولی هیچ هنرمند فرانسوی دیگه تو این سالها براش مهم نیست که یه نقاش تو ایران کیه یا توی هند کیه یا توی چین کیه. با 6000 سال زیبایی شناسی، درک رنگ و شکل و فرم و شکوه گلها و مناظر و انسانها و این حرفا، این اون بحرانیست که ناچار هی در بارش حرف میزنیم. این گمگشتگی از کجاست؟ چرا من باید جرأت نکنم که بگم کارای آقای جکسون پولاک، اگر شما یک متر از کف و در و دیوار هر کارگاه رنگرزی رو هر جا وردارین و قابش کنید، یک جکسون پولاک دارین. اهمیت جکسون پولاک چیه؟ اگر فقط دلار نیست و اگر تبلیغات نیست، کی میخواد بره این کارو ببینه؟ شما از دیدنش چه حسی دارید؟ شما هنوز صف دراز زائران رو میبینید که بلند میشن میرن ایتالیا برای اینکه سقف سیستین رو ببینن. ولی ما هنرمندای خودمون، ما یه دوره درخشان نقاشی قهوه خانه ما کو، به نظر من یک دوره بی همتاست از نقاشی ایران. نقاشی نایو نیاموخته ای که پر از قصه و افسانه است، پر از صمیمیت و عاطفه است، بی اهمیته، چون مال انسان پیرامونیه، مال جهان سومه، مال هر اصطلاح قلابی که به کار میبرن برای مرعوب کردن. ولی چهار تا آفتابه و رنگ پاشیدن، آقا این کهکشان، این خلقت عالم، این چیه چیه، این حرفا کجا آوردین شما؟ هر چه نقاشی هیچتر گفت یا هیچی نگفت، حرف دربارش زیاد شد. هزار جور فلسفه دارن الان درباره یه لکه سیاهی که روی تو، آقا این سقوط بشری داری چی میگی به من؟ کجای این اونه؟ فقط تو داری میگی، من که اینو نمیبینم. این نقاشی خودش مستقل باید با عاطفه من، با ذهن من، با درک من ارتباط برقرار کنه. این دوره فاسدیه از دوره هنر مدرن که از دهه 50 60 تا امروز هم ادامه داره. نام بردن از مکتب یا سبک یه ذره کاریست که باید با احتیاط دربارش حرف زد. آنچه که بعد از جنگ دوم به عنوان سبک داره مطرح میشه، ما لااقل مثلا 20 تا اسم میشنویم که هر کدومشون هم 3 سال و 4 سال عمرشون بیشتر نیست. این باز بیشتر نوعی مغلطه و مداهنه است. غرب این کارو تونست بکنه، با نامگذاری و طبقه بندی کردن تبدیل کنه که به ملک خودش، مثلا سورئالیسم. در حالی که به اعتقاد من سورئالیسم تمام تاریخ و هنر شما میتونید توش پیدا کنید، در شعر، در ادبیات، در نقاشی، به شمایلای و پردای قهوه خونه ایران کاملا کارهای سورئالند. توی مینیاتور شما بهش برمیخورین، توی ادبیات برمیخورین. وقتی که حافظ میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، یک تصویر سورئاله. منتها غرب این کارو کرد که با نامگذاری و طبقه بندی کردن مثل اینکه شروع یک جریانه، در حالی که نیست. سورئالیسم یک تاریخ به تاریخ قدمت تاریخ هنره دیگه. سبک مفهومی است مربوط به دوران. گاهی 200 سال عمر میکنه، گاهی 300 سال عمر میکنه یا بیشتر، به ضرورت یا به خطا. در نتیجه تصوری که من دارم این است که آنچه که در قرن 20 و الان قرن 21 اتفاق میفته همون مفهومی است که اگه بتونیم دربارش توافق کنیم بهش میگیم هنر مدرن. ولی هر روز اسمایی رو میشنویم دیگه، اینا بیشتر نوعی تفنن و بازی تلقی میشه از دید من. و در نتیجه گرایش های مختلفی که میشناسیم که بعضی رو نام بردن، اینا همه زیر اون چتر کلی هنر مدرن قابل بیانه.
گرایشی که کوبیزم مینامیمش یه نمونه به یک معنا کاملا بی همتاست، برای اینکه یک تغییر بنیادی در روش دیدن رو به دست آورد و تجربه کرد. کوبیزم یک روش خرده، یک نگاه عقلانیه به یک اعتبار، تحلیل کردن جهان، تبدیل کردنش به اشکال ساده، به اشکال بنیادی. پیکاسو اسمی بود که تمام قرن 20 رو اشغال کرد به دلیل تنوع کارا. شما تو کارهای پیکاسو یه کار کلاسیک میبینین، یه کار سورئال میبینین، کوبیک میبینین، خیلی گرایش های متعددی داره. یه دوره کوتاهی ازش کارهاییست که تجربه کوبیزم درش هست، ولی خب اصولا جذابیت این شخصیت و اقتداری که در طراحی داره میتونست برای هر نقاشی آموزنده باشه و جذاب باشه که ببینه این آدمیزاد چه کرده، چه جوری دستاندازی کرده به همه عرصه ها. اگر روی سرامیک کار کرد، اگر روی ماسه دریا کار کرد، روی هر چیزی که کار کرده. و نکته جذابی هم که خودش میگه، روزی که شروع میکنه بسیار از ریخت انداختن و دفرم کردن اشکال، که چرا اینطوری کار میکنی؟ حرفش ساده است، پاسخش ساده است. میگه شما که میدونید من به خوبی رافائل طراحی بلدم بکنم، پس بذارین هر کاری دلم میخواد بکنم. آره، در واقع برای من مثل یک روش آموزشی بود، نه یک گرایشی که بخوام توش باقی بمونم. همونطور که اشاره کردین، توی کار من انسان مهمه، اشوه ها و لطفی که در خلقت این موجود هست که پیچیده ترینه و جذاب ترینه و ظریف ترینه و کارآمد ترینه و جای بیان عاطفه هست، عشق هست، زیبایی هست، همه این چیزها. در نتیجه کوبیزم نمیتونست برای من به شکل خالصش معنا داشته باشه، اما به مثابه یک ابزار برای ادراک طراحی به من خیلی کمک کرد.